ویروس کرونا جدید که بهش میگن کووید 19، آخرین اسمی که روش گذاشتن، اولش نوبل کرونا میگفتن ولی الان کووید 19، هفتمین ویروس از این گروه کرونا ویروس ها که چارتای اولش محصول سرماخوردگی های معمولی و زکام بود که همیشه توی دنیا وجود داشت و هیچ وقت هم جهانگیر نشده بود و یک همچین به اصطلاح تظاهراتی که این دو ستای اخیر داشتن نداشت. در سال 2002 ویروس سارس، از این کروناها به اسم بیماری سارس بهش گفتن، یعنی بیماری شدید ریوی میداد، مرگ و میر حدود 10% داشت، خیلی سریع جهانگیر شد و در عرض 3-4 ماه هم کنترل شد خوشبختانه. در سال 2019 در عربستان ویروس یکی دیگه از این گروه کرونا ویروس ها به اسم مرس، میدل ایست رسپیراتوری سیندروم بود، اون خودشو نشون داد. این دوتای اخیر هم سارس هم مرس از طریق خفاش در حقیقت به انسان انتقال پیدا کردن، در مرس خفاش به شتر و شتر به انسان، و بعد تو بدن انسان که وارد میشن این ویروس ها، بعد دیگه انسان به انسان سریع انتقال پیدا میکنه. حدود 35% مرگ و میر داشت و اونم بعد از یه چند وقتی کنترل شد و مشکلی نداشتیم تا سال 2019 که باز دوباره از چین سر و کله این ویروس جدید پیدا شد. باز معتقد بودن که از خفاش به انسان سرایت کرده و بعد سریع به انسان شروع شده به انتقال. فرق این با بقیه ویروس ها چه؟ میزان مرگ و میرش خیلی پایین تره، 2%، ولی قدرت انتقالش و انتشار و بیماریزایش خیلی بیشتره، یعنی مردم بیشتری رو مبتلا میکنه، خیلی سریع انتقال پیدا میکنه از انسان به انسان دیگه اگر رعایت اصول بهداشتی نشه. و این از خصوصیاتشه. یکی دیگه از خصوصیاتش که قبلی ها نداشتن و ویروس ها کلن نداشتن اینه که دوره نهفتگیش طولانیه، از 2 روز تا 14 روز میتونه دوره نهفتگی باشه. آیا در دوره نهفتگی انتقال میده؟ 100% ثابت نشده. WHO خیلی، سازمان جهانی بهداشت خیلی روی مسئله تکیه 100% نمی کنه. علمی ثابت نشده که در مدت دوره نهفتگی آیا فرد میتونه بقیه هم مبتلا کنه یا نه، نشده. ولی الان در جاهایی که قرنطینه میذارن اون 2 هفته رو در نظر میگیرن، اون فردی که مشکوک به ابتلا هست تا 2 هفته رو قرنطینش میکن. از چین شروع شد، از شهر ووهان چین، و بعد به کشورهای دیگه انتقال پیدا کرد. درست همزمان با عید چینی ها بود که خیلی مسافرت به جاهای مختلف دنیا میکردن، خیلی سریع تا در جاهای دیگه دنیا پخش شد و بعد خیلی در اروپا و کشور کانادا و آمریکا و اونجا خیلی زود کیس هایی که داشتن، میزان مرگ و میر خیلی پایین، مثلا فواشادی مورد، خیلی زود هم تونستن کنترلش بکنن. از طریق رسانه ها سریع اطلاع رسانی کردن و مردم اون کارهایی که در بهداشت فردی برای پیشگیری از بیماری هست کلن از مدرسه نشون میدن به افراد و فرهنگ سازی میشه که دست بشوریم و سرفه چجوری بکنیم. اتیکت سرفه یعنی که اگر میخواین سرفه کنین زیر بغل سرفه کنین، نه تو صورت مردم، و بعد هم یا یه دستمال دستون بگیرین تو اون سرفه کنید، اون دستمال رو بندازین توی ظرف آشغالی که در داره، بعد هم دستون رو بشورین. شستن دست هم که مهمترین عامل پیشگیری از بیماری و کنترلش در سارس بود، در اینجا هم شدیداً بهش تکیه میشه. هر چی بیشتر دست بشورید، قبل از اینکه دستتون رو به دهن ببرید، یه چیزی بخورید یا دستتون رو به چشتون بزنید، حتما باید با آب صابون بشورید. الان همه، اکثر مردم تو شهر که راه میرین میبینین ماسک زدن به تنهایی فایده نداره اگر دست نشورید. مهمتر از ماسک زدن دست شستنه، چون این ویروس در اثر عطسه و سرفه، چون ویروس سنگینه، به صورت قطرک انتقال پیدا میکنه، رو هوا پخش نمیمونه که از هوا بگیری، میاد میشینه روی وسائلی که دوروبر بیمار هست. در اثر عطسه و سرفه حداکثر تا 1 متر و نیم این ویروس به
دور و بر پرتاب میشه. بنابراین وسایلی که دور و بر بیماره آلوده است. من میام به اونا دست میزنم، بعد قبل از اینکه دستم بشورم میبرم به دهنم، یه چیزی میخورم یا چشمم میمالم. خب این باعث انتقام میشه، یعنی تماس، نه از راه مستقیم ویروس بیاد از دست اساس، مگر تو صورت آدم سرفه کنه، تو چشم آدم سرفه کنه. بنابراین اون رو با دست شستن رو با دقت بکنیم. چجوری دست بشوریم؟ با آب و صابون 20 ثانیه دستمون رو قشنگ بشوریم، یا اینکه اگر آب صابون در دسترس نداریم از این محلولای ضد عفونی کننده الکل بیس به اصطلاح، با اونها 20 ثانیه حسابی دستمون رو بمالیم بشنن که تا یه ذره اینجوری کردیم بقیه‌ش هم با روپوشمون پاک کنیم، با پیرهنمون پاک کنیم و بریم، یا با دستمال. نه، باید بذاریم حسابی خشک بشه 20 ثانیه حداقل. اگر دستتون رو مرتب بشورید سالم میمونید. مردم همه نگرانن آیا روی لباس بیرون چند روز میمونه، این چیزایی که آمده. ببینید از اپیدمی این بیماری ویروسی دو ماه و نیم بیشتر نگذشته، خیلی چیزا راجبش هنوز نمیدونیم. پس اونی که میدونیم شستن دست و اتیکت سرفه است. و مسئله مهم بعدی که خب ما عادت داریم ایرانی ها متاسفانه، دست دادن و روبوسی کردن. اصلا نباید این کار رو بکنید به هیچ وجه، نه روبوسی کنید با که هم دیگه، نه دست بدید حتی ایام عید، برای اینکه از این راه راحت میتونه انتقال پیدا بکنه. یکی از مهمترین مسائلی که الان دیده میشه و این خودش خیلی خیلی خطرناکه، استراب بیش از اندازه مردم. میدونید که استرس و استراب باعث نقص ایمنی میشه، سلولای به اصطلاح رهبر ارکستر ایمنی رو پایین میاره، آدم راحت‌تر بیماری رو میگیره. اگر یه ویروس وارد بدنش بشه شدیدتر میشه. پس خونسردیتون حفظ کنید با همین دستوراتی که داده شد، رعایت این دستورات میتونید خودتون رو حفظ کنید. میگن ویروس تبش سرده، گرمی بخورین، اینا ثابت شده علمی نیست. بنابراین اگر میپرسین که من مثلا یه دارچین بخوریم، اونم چیزی که گرمه بخوریم، این اصلا علمی ثابت نشده. بنابراین حتی توی آلمان هم که فیتوتراپی یعنی گیاه درمانی خب خیلی از بیشتر از کشورهای دیگه دنیا چیز داره، به اصطلاح خیلی طرفدار داره، خیلی نزدیک به ایران هست، از گیاه ها خیلی استفاده میکنن تو درمان، اونا هم هیچ این چیز رو تایید نکردن. بنابراین اینو بخور اونو نخور نداره، شما دست بشور قبل از اینکه به دهنت ببری به چشت ببری سالم میمونی. توصیه دیگه من به کسایی که مریض هستن اینکه ببینیم، ما عادت اگر یک فرد بیمار میشه هم خودش رو باید سالم در درجه اول نگه داره، هم نباید بیماریش رو به اطرافیان انتقال بده. اگر بیمار هستید، تب دارید، سرفه میکنید، خواهش ما اینه که تو خونه بمونید. اگر هم اجبار دارید بیایید بیرون خرید چیزی بکنید، یه ماسک بزنید و بعدم مراجعه کنید. اگر تب و سرفه دارید مراجعه کنید به بیمارستان ها که از نظر کرونا بررسیتون بکنن. اگر هم آنفلانزا الان تو شهر زیاده، هم کرونا هست، در نتیجه این ویروس های فصلی، مراجعه کنید برای درمان. بیشتر هم اگر تب و سرفه شدید دارید بهتر برید بیمارستان که اونجا امکانات دستور عمل کار کردن رو بهتر برای این جور بیماران گذاشته شده. آیا از این داروهای نمیدونم تقویت کننده سیستم ایمنی بخوریم و از این هر اینا دیگه همه مسائلی است که اگر شما استراب نداشته باشی سیستم ایمنی کامل هست، نگران نباشید. حالا تقویت کننده سیستم ایمنی هم اگر تو دسترس دارید بخورید، ولی یه چیز ثابت شده نیست. شما کاری که میکنید خونسردی رو حفظ کنه، هیچی بدتر از استراب، ترس و تصمیم گیری اشتباه در موقع بحران نیست. پس دست قرار شد ندیم، دوش به دوش هم با آرامش میریم که کرونا رو از خودمون دور کنیم و انشالله خیلی سریع بتونیم مثل اتفاقی که سارس افتاد بتونیم تو کشورمون کنترل بکنیم.